هجدهمین روز تیر ماه برابر با 9 ژوئیه، سال 1311 خورشیدی برابر با 1932 میلادی، ثبت مسجد وکیل شیراز در فهرست آثار ملی ایران. مسجد وکیل شیراز در مجموعه بناهای زندیه در کنار بازار وکیل و حمام وکیل در مرکز این شهر قرار دارد. این بنا یکی از بناهای زیبا و مستحکم دوره زندیه است که به دستور کریم خان زند ساخته شده. طرح این مسجد دو ایوانی دارای دو شبستان جنوبی و شرقی است. شبستان جنوبی با ستونهای سنگی یک پارچه و مارپیچ از شاخصه های معماری ایرانی و از مناطق دیدنی این مسجد است که دارای 48 ستون سنگی یک پارچه می باشد. مساحت این شبستان در حدود 5000 متر مربع و منبر 14 پله‌ای یک پارچه از سنگ مرمر در آن قرار دارد. در سمت شمال مسجد طاق بلند و مهمی ساخته شده که به طاق مروارید معروف است و در دور این طاق با قلم درشت و خط سلس یکی از سوره های قرآن به صورت هلالی نوشته شده است. سال 1340 خورشیدی برابر با 1961 میلادی، در گذشت ارنست همینگوی، داستان سرا و نویسنده آمریکایی. ارنست میلر همینگوی که در ایالت شیکاگو آمریکا متولد شد، از دوران نوجوانی به دلیل علاقه وافرش به ادبیات شروع به نوشتن مقالات ادبی و داستان در روزنامه‌ای که خود شاگردان آن را اداره می‌کردند نمود. او پس از پایان تحصیلاتش در جنگ جهانی اول شرکت جست و سپس خبرنگار جنگی گردید. همینگوی پس از پایان جنگ و کسب مدال جنگی نگارش آثار ادبی خود را ادامه داد و با نوشتن رمان‌هایی چون خورشید همچنان می‌دمد و ودا با اسلحه به عالی‌ترین درجات شهرت رسید. وی با نوشتن کتاب معروف زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آیند به اوج افتخار رسید و موفق به دریافت جایزه اسکار نیز شد. سال 1373 خورشیدی برابر با 1994 میلادی، در گذشت کیم ایل سونگ، سیاستمدار کره‌ای و رهبر کره شمالی. کیم ایل سونگ رهبر کره شمالی در کودکی هنگامی که کره در اشغال ژاپن بود به چین مهاجرت کرد و در جنگ چینی ها علیه ژاپن شرکت نمود. کیم ایل سونگ برای اولین بار زمانی شهرت یافت که به فرماندهی یک گروه چریکی به ژاپنی ها حمله کرد و 200 تن از آنان را کشت و شهری را برای چند ساعت به تصرف خود درآورد. خبر این پیروزی به سرعت در سراسر کره پیچید و ژاپنی ها برای مرده و زنده او جایزه تعیین کردند. وی سپس همزمان با پایان جنگ جهانی دوم و با حمایت مسکو به سرزمین خود بازگشت و با چریک‌های کمونیست محلی تماس گرفت و در جریان کنگره‌ای به ریاست نخستین دولت حکومت خلق کره انتخاب شد. او که همواره مدعی الحاق خاک کره جنوبی به بخش شمالی بوده است، برای اتحاد دو کره به جنوب لشکر کشید و جنگ خونین 3 ساله‌ای به راه انداخت.